بیانیه حزب کمونیست کارگری درباره یورش حکومت به خانواده‌های جانباختگان. در آستانه اولین سالگرد انقلاب زن زندگی آزادی، حکومت اسلامی از برآمد مجدد انقلاب در شکل مراسم‌های سالگرد جانباختگان وحشت دارد و برای ممانعت از این امر به هر رذالت و جنایت و توحشی دست می‌زند. خانواده جانباختگان را زیر شدیدترین فشارها قرار می‌دهد، تهدید می‌کند، دستگیر می‌کند و احکام سنگین زندان صادر می‌کند تا این خانواده‌ها را به سکوت وادارد، که البته با مقاومت جسورانه و شورانگیز آنها پاسخ می‌گیرد. حکومت اسلامی با راه انداختن شکنجه روحی و عاطفی سازمان یافته علیه این خانواده‌ها، پرونده سنگینش در جنایت علیه بشریت را سنگین‌تر می‌کند. رژیم چنان از شعله ور شدن مجدد انقلاب از درون مراسم‌های سالگرد وحشت دارد که حتی به مزار جانباختگان انقلاب هم یورش می‌برد. مانع برگزاری مراسم خانواده‌ها بر سر مزار عزیزانشان می‌شود و حتی سنگ قبرها را می‌شکند، می‌سوزاند و غیرپاشی می‌کند. این درجه توحش از سر اقتدار نیست، که اقتدارش مدت هاست فرو ریخته است. از سر استیصال است، نشانی از رعشه مرگ است که مردم انقلابی بر وجود حاکمان قاتل اسلامی انداختند. جانباختگانی که در قلب مردم جا گرفتند و به نماد و پرچم انقلاب زن زندگی آزادی تبدیل شدند. انقلابی که تا همینجا سنگرهای مهمی را فتح کرده است و جمهوری اسلامی را در بحرانی عمیق و سراشیبی سقوط قرار داده است. عفو بین الملل در بیانیه‌ای که روز 30 مرداد علیه فشار به خانواده‌های جانباختگان منتشر کرده، خواهان حمایت جامعه بین المللی از خانواده‌های جانباختگان، فشار جهانی به حکومت اسلامی برای دست برداشتن از بازداشت و تهدید این خانواده‌ها، لغو محکومیت‌ها و احکام ناعادلانه و آزادی همه کسانی شده است که به دلیل دفاع از حقیقت و عدالت در زندان هستند. عفو بین الملل در این بیانیه خواهان بازداشت مقامات جمهوری اسلامی شده و از همه دولت‌ها خواسته است که از صلاحیت قضایی جهانی استفاده کنند و برای مقامات جمهوری اسلامی از جمله آنهایی که مسئولیت فرماندهی دارند و مظنون به مسئولیت کیفری برای جنایاتی هستند که بر اساس قوانین بین‌المللی در جریان خیزش و یا پس از آن مرتکب شده‌اند، حکم بازداشت صادر کنند. باید تلاش کنیم همه نهادهای بین‌المللی مدافع حقوق بشر به فراخوان عفو بین‌الملل برای بازداشت مقامات حکومت اسلامی بپیوندند و دولت‌ها را برای بایکوت همه‌جانبه سیاسی، فرهنگی و هنری جمهوری اسلامی زیر فشار قرار دهند. یک رکن مهم جنبش سرنگونی، جنبش دادخواهی و اعتراض خانواده‌های جانباختگان انقلاب است. درد مشترک و رزم مشترک خانواده‌های جانباختگان، مقاومت جسورانه و پایداریشان در زنده نگه داشتن آرمان‌های انسانی انقلاب و عزیزانشان، این جنبش را از ظرفیت بالایی برای اقدامات سراسری اعتراضی، شبکه‌های گسترده، نهادهای سراسری، بیانیه‌ها و اعتراضات سراسری برخوردار کرده است که هر کدام می‌تواند این جنبش را در داخل و در سطح بین‌المللی در موقعیت قدرتمندتری قرار دهد. تا همینجا همبستگی میان خانواده‌های جانباختگان و همدلی و همدردی وسیع جامعه با این خانواده‌ها حکومت را به ویژه در آستانه سالروز انقلاب به وحشت انداخته است. از همه تشکل‌ها، نهادها، فعالین کارگری، فعالین سیاسی و مدنی، وکلا و نویسندگان، سلبریتی‌های ورزشی و هنری و تک تک شهروندان زخم خورده از جمهوری اسلامی و منزجر از این حکومت انتظار می‌رود با تمام قوا یار و یاور خانواده‌های جانباختگان انقلاب باشند و دوش به دوش آنها جنبش دادخواهی را
گسترش دهند. انقلاب زن، زندگی آزادی، بزرگترین، توده‌ای‌ترین، مدرن‌ترین، انسانی‌ترین و ریشه‌ای‌ترین چالش سیاسی برای پایان دادن به عمر خونبار جمهوری اسلامی را آغاز کرده است. برای سرنگونی رژیم اسلامی و پیروزی انقلاب با تمام توان به میدان بیاییم. همراه و همبسته با مقاومت و مبارزه جسورانه خانواده‌های جانباختگان پیش به سوی پیروزی انقلاب زن، زندگی، آزادی. حزب کمونیست کارگری ایران 2 شهریور 1402 24 آگوست 2023.